از این که به نهاد دست دادی ممنونم. به خاطر شما این کار کردم. میدونم. من میرم پیش مراد، قرار بود بریم اسپا رو ببینیم. مهند، الان یه مدتیه که میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو چیزی میخوای به هم بگی؟ بله. میخوام به سوالم خیلی واضح جواب بدی. میخوام همه چیز رو بدونم. چیزی که شنیدم واقعیت داره؟ ببخشید، یه موضوع خصوصیه. چه خبره؟ عدنان از مهند پرسید اون چیزی که شنیده بود واقعیت داره یا نه. مهندم گفت واقعیت داره. باورم نمیشه. باور کن عزیزم، من با گوش خودم شنیدم. بفرمایید. دستت درد نکنه. دارن چی کار میکنن؟ دارن صحبت میکنن. از کنار پنجره بیان کنار، کارتون درست نیست. اینجا چه خبره؟ نگران شدم. عزیزم عجله نکن، همین روزاست که با خبر بشی. فقط یکم باید صبر کنی. درست نمیگم انعام خانم؟ هرچی خدا بخواد. وقتی فهمیدم به خودم گفتم این اتفاق غیر ممکنه پیش بیاد، ولی دیدم این مسئله داره بزرگتر میشه. از دستم ناراحتی؟ شوکه شدم، انتظارشو نداشتم. من راجب این موضوع با نهال حرفی نزدم. میدونم، چون این موضوع فقط راجب من همونجا. راستش یعنی فکر میکنم که یه طرفه باشه. چرا؟ چرا به این موضوع شک داری؟ نه، منظورم اینه که احساس نهال رو نسبت به خودم نمیدونم، فقط همین. راستش نمیخوام به کاری مجبورش کنم. تا اونجایی که من میدونم این احساس دو طرف است. نهال هنوز یه نوجوون همو، منظورم اینه که هنوز خیلی زوده راجع به این موضوع باش صحبت کنم. حالا میخوام راستشو بدونم مهند، تو واقعا نهال دوست داری؟ اون برام خیلی عزیزه. به کسی اجازه نمیدم با احساساتش بازی کنه. منم اجازه نمیدم. اگه از این موضوع مطمئن نیستی و فکر میکنی این احساس درست شبیه احساسیه که به بشرا داشتی یا بلای سر نهال بیاد، هیچ وقت نمیبخشمت. فکر کنم خیلی واضح صحبت کردم.
بهت رحم نمی کنم، از زندگی محوت می کنم. من نهال رو دوست دارم. و قول میدم که هیچ وقت دلشو نشکنم. امیدوارم سر قولت بمونی.